پاینده ایران خیلی خوشحالم در این ساعت براتون برنامه اجرا میکنم من جزء کسانی بودم که سالها پیش وقتی که مطرح شد عراقی ها میان مشهد و اینا و داستان هایی وجود داره برنامه نکنید این کار آقا دشمن میخواد بین ما و همتباران عراقی ما به هم بزنه همین حرفار هم به زائران ایرانی در کربلا میزنن و گفتم نکنید این یه اختلافی بین ما و عراقی ها چون عراق مرکز ایران شهره اینا حرفای درستی بوده اما یه چیزی رو توجه نداشتم و الان داره دیتاهای جدیدتر و بعد از اتفاق محسنمینی که پرده ها رفت کنار اتفاقات بیشتری هم داره الان رو میشه ببین شما ماهیت اینا ماهیت خودشون تو ببین چیکار میکردن اینا میگفتن با شیعه داری منافع ایران هم تامین میکنی بعد دیگه الان ما این تیگه رو شد دیگه شما اگه برای شیعه داری منافع ایران تامین میکنی چرا حالا به خاطر حجاب منافع ایران رو تو خطر انداختی این نقض است دیگه اما یه چیزی که من توجه نداشتم به الان این تحلیل گذشته من که گفتم نکنید که عراقیایی که میان معشر این حرفا رو در نگیرید که میرن خانوم بازی میکنن با خانم ایرانی اون اونجا هم تو کربلا میگن ایرانیایی که میرن اونجا برای این کار میرن نکنید این کار کسانیه که میخوان بین این دو تا ملت آشتی نشه تحلیل گذشته من بر اساس دیتایی که امروز داریم دیتایی که بعد دیگه هی منتشر شد و ما هم یه خورده مستقل گفتیم به قضیه نگاه کنیم اون تحلیل من امروز رد میشه امیدانا دیروز اونو گفتی خودت هم داری میگی دیروز امروز امروزه دیروز گوشه 1120 دستت بود الان دیگه گوشه 1120 اصلا نیست که بخوای بری اصلا داشته باشی نمیتونی باش زندگی کنی چون تو بر انواع و اقسام اپلیکیشن ها رو حداقل در اروپا رو گوشید باشه تو اگه اپلیکیشن رو گوشید نباشه نمیتونی خیلی چیزا الان میخوای وارد بانکت بشی اپلیکیشن بر رو گوشید باشه خیلی چیزا شما هر کاری به خودت تو سوئد که هر کاری بخوای بکنی بخوای وارد سایت اداره مالیات بشی ببینی چه خبره بعد از اپلیکیشن گوشید اول از همه امضا بدی امضای رو گوشی اومده شما الان خیلی از کارهایی که ما تو اروپا میکنیم با گوشیمون امضا میدیم اپلیکیشن امضا داریم هم در اسپانیا هم در سوئد حالا یه بانکی هم که ما تو کانادا داریم از اون طریق هم همه کارامون با امضای تو گوشیه یعنی اصلا شما یازد دو صفر داشته باشه گوشی داشته باشه که هوشمند نباشه عملا نمیتونی زندگی کنی وارد حساب بانکت بشی اینا اینا واقعیت بنابراین باید دیروز اون تحلیل بوده امروز دیتای جدید داریم پس اون تحلیل دیروز من دارم اینجا میگم امروز رد میشه اطلاعات جدید داری اطلاعات قدیم و برنامه قدیم باطل میشه و قرار نیست ما خدا باشیم الان بگیم باشه اون قرآنه که میگه من الان یه چیزی میگم تا آخر بشریت هم این هفت درسته حالا به که همون قران هم که هر روز رو رد میشه و بیابرو شده قران واقعا یک فضای بیابرویی براش پیش در مورد عراقی حالا اشتباهی ما کجا بوده عراقیایی که وارد ایران میشن و حتی ایرانیایی که وارد کربلا میشن اینا ایرانیایی سالم یا عراقیای سالم نیستن اینا شیعه. و شیعه هست و بیغیرتی شیعه هست و شهوت شیعه هست و هاش متاسفانه الان شما رفتار این عراقی ها رو با برخی از هموطنان ما که حالا اونام شیعن تو خود عراق نگاه کنید فیلمی منصوب به اینه که دارن ایرانی ها رو عراقی ها مسخره میکنن و در کربلا این اتفاق افتاده فیلمش رو خودشون گذاشتن تو مجازی نگاه کنید ولی موضوع برنامه من این الان نیست <تصفح> خب صدا در میانن ایرانیه که رد میشن صدای ار و اینا در میان حالا این فیلم منصوب به این داستان حالا بعضی هم گفتن نه کربلا نیست خود ایران دارن تو مشهد دارن ایرانی رو مسخره میکنن من نمیدونم حالا اگه کسی اطلاعات بیشتری داشت بده اما چیزی که میدونم یه اتفاق خیلی میافته میفته شما در کناش اگه باشه اون فیلمی که اون خانم عراقی به زنای ما میگفتش که امره معروف داشت میکرد تو اتوبوس میگفت که حجاب رعایت کنی من راضی نیستم شما بی حجابی تو کشور ما الان ببین این که عراق مرکز ایران شهر یک بسته اینو من میگم به عنوانی ملی گرا من دوستان عزیز عراقی دارم شما تو همین کمپین دیدی عزیزان عراقی ما من کوچیکشونم به کمپین محرم شرابی پیوستن من دوستان با شخصیت عراقی دارم که رفتن ایران برای من کادو فرستادن تخت جمشید ما یادمون باشه عراق مرکز ایران شهره بچه های عراق هموطن ما هستن اما بچه های عراق نه شیعیان شیع... اینایی که برای شیعه بازی میان اینا ببین با شما الان شیعیانی که الان اسمشون هم ایرانیه مگه بچه های ما رو 500 تا نکشتن اینا که شناسنامه ایرانی دارن ضد ایرانیان آقا اینایی که دور خامنه یا بسیجی و حزب الله ضد ایرانیان با شناسنامه ایرانی حالا ببخشید با شناسنامه عراقی ضد ایرانی نباشن اونا دوبله ضد ایرانی هم. ما خیلی نمیریم خیر سرمون که آدم حسابی از افغانستان بیاری شما الان بین افغانی ها ما چقدر آدم حسابی داریم الان همین خانم مجگان عظیمی خواننده است برو ببین چه ترانه هایی میخونه چقدر آدم حسابیه ما نمیریم در سطح مجگان عظیمی ها یا من دوستان افغانی دارم که واقعا دستشون رو میبوسم با شخصیت با شخصیت من کوچیک همه افغانستانیام هم. من کوچیک همه عراقیام عراقی هم. افغانستانی که شخصیت داره این ما حتی الان کوچیک ایرانیایی که شیعه هم هستن نیستیم چون اینا قاتلان ما میریم در پیتی های افغانستانی رو میاریم ما میریم در پیتی های عراق رو میاریم آدم حسابی نمیاریم که مشکل اینجاست که طرف دختره برمیگرده میگه آقا شما حجابت رو رعایت نکنی به من برمیخوره به عنوان یک دختر عراقی که نجف اومده حالا ما اومدیم در مشهد بیمارستان ها وی بیمارستان ها رو در اختیار عراقی ها گذاشته میگه فقط عراقی ها حق دارن در مشهد تو بخش وی آی پی باشن یه خانومی که اونجا رو تخت یک از تخت های مثلا خوابیده ایرانیه به زور بلندش میکنن با اینکه حالش بده به زور بلندش میکنن میگن شما باید اتاق عوض کنی و به جاش یه عراقی بخوابه حالا یه عراقی چی؟ یه عراقی با کلاس مثل خودمون نه یه عراقی شیعه به مانند همین بسیجی که بچه های مردم کشتن مثل همین مذهبی قهوه ای ما رفتیم از افغانستان و عراق قهوه ای سوخته هاشون آوردیم میران دیگه حتی مذهبی صورتیشون هم نیوردیم قهوه سوخته آوردیم شما نگاه کنید خب دکتر میگه مگه دیروز نگفته برای وضعیتم خطر داره که جابجاشم خب میگه که الان به من میگه بعد جابجاش هم یه مرد عراقی میخواد بیاد جای تخت من بخوابه میگه مرد عراقی مگه مریض خانوم عراقی خب میگه میبریم یه اتاق دیگه بهت قبلش هم گفتم دو تخته میگه اونجا دستشویی نداره باید لگن باید بذاریم میگه این اتاق وی آی خانم پرستار میگه این اتاق وی آی پیه فقط برای عراقی هست دقت کنید این اتاق اتاق این اتاق وی دو خب میگه این اتاق فقط برای وی آی پیه برای عراقی قبلا هم بهت گفتم اگر مریض عراقی منظورشه بیاد تو باید جابجا جا بشی تو این دختره رو بردن تو اتاق ولی بهش با این شرط که آقا اینجا وی آی فقط برای عراقی هاست. اگر عراقی بیاد توی ای ایرانی باید جابجا جا شی دو میگه اون دو تا تختم دو تا بچه اومده هم. این اتاق هم عراقی باید بیاد میگه برای اتاق بعدی هم باید لگن استفاده بشه آوردم برات تا فردا مرخص بشی خب این این صحنه هاست که خب واقعا داره رخ میده شما الان جامع المصطفای قوم که البته یه شعبه اصلیش تو اصفهانه شما نگاه کنید چه هزینه هایی داره برای دریپیتی های آفریقایی ما تو آفریقا ما آدم حسابی زیاد داریم ما آخه آدم اسمیم داستان چین دیگه همون آقا این جنسه چینی بونجول آقا جنسه چینی خیلی هاشم خوبن ما بونجولاشو میاریم افغانستانیا عراقیا سوریا یمنیا ها خیلی هاشون آدم حسابین خود مردم آفریقا خیلی آدم حسابی توشون داریم ما نمیریم آدم حسابی بیاریم ما رفتیم عقب افتاد آقا آدمی که تو چهل پنجا سالگی در آفریقا حاضر میشه شیه بشه این آدم است نه آقا حیوان است آدمی که اصلا تا چهل پنجا سالگی اعتقاد داره که خدا با محمد صحبت کرده است آدم است نه آقا گوساله است ای وای بابا الان خانواده خود تعارف نداریم که اول از همه خانواده خودم دیگه خیالتون راحت شه اگه میخوای بدونی بله پدر بگی مادر بگی خانواده من شیان تعارف نداریم ما وقتی یه حرفی میزنیم کلی الان 40 50 سالشه 60 سالشه 70 سالشه وقتی که اعتقاد داره به شیعه اعتقاد داره که خدا با محمد صحبت کرده مادر منم باشه در این حوزه همون چیزی که گفتم گوساله به دنیا اومده گاو میخواد از دنیا بره من عاشقشم اونم عاشق منه ولی در این مورد باید تفکیک کنیم آقا اعتقاد داری من را... ما من نمیدونم کی ما میخوایم تحلیلی که میدیم در زمین آقا پدر منم اعتقاد داره پدر تو هم گوساله است ایزا من به خودم رم نمی کنم میخوای به تو رم کنم <applause> من تو تحلیل خودم حالا اینکه مادرم پدرمه من خودم هم زدم تو تحلیل چی میگی تحلیل وقتی که میکنی باید قالب خود بیای بیرون و یک کلی ب... با... من برای هم میخوام جا بندازم فرهنگ سازی کنم و خودم مایه میذارم و یاران بگیرن مسئله اینه ما نمیدیم آدم حسابی از عراق و افغانستان بیاریم ما رفتیم مثل همین در پیتی های حامی خامنه ای اونا رو میاریم های قهوه سوخته رو میاریم و کار به جایی داره میرسه و این جامعه حکومت مخصوصا داره این کارو میکنه این دختری که میبینه تو کشور خودش توی بیمارستان جاشو میدن به یه عراقی خب این چی تو ذهنش آقا اینجا چه ارزشی برای من قائل نیست که برن جمهوری اسلامی هدفش اخراج اخراج ایرانیان به صورت خاموش داره ایرانیا رو اخراج میکنه داره کانالیزه میکنه پاشید برید خارج پاشید برید مهاجرت کنید سری 200 هزار تام ایرانی داره مهاجرت میکنه که جایگزین ما چیکار کنه خیالش رو راحت کنه چون میفهمه حریف ما مردم ایران نمیشه میخواد تغییر و بافت جمعیتی رو چنج بکنه ما ایرانی ها بیایم اروپا عراقی های در پیت و افغانستانی شیعه رو بیاره تو ایران هدف و برنامه جمهوری اسلامی اینه و اینا نشانه هاشه دمتون و در داستانم بله متاسفانه مردان عراقی دارن میان و دارن زنهای ایرانی رو در مشهد در جامی میخرن و اون اطلاعاتی هم که ما فکر میکنیم بله مردان ایرانی شیعه میرن کربلا با زن عراقی بخوابن یعنی این مردم عراق بدونن اینایی که میان کربلا ایرانی نیستن اینا شیعهن ما هم از زن مردم عراق اینهایی که به اسم عراقی دارن میان ایران اینا عراقی واقعی نیستن اینا شیعن ماها باید دو طرف دو, دو ملت اونایی که نگاه ایران شهری دارن چه تو عراق چه تو سوریه چه تو یمن با ما ماهایی که نگاه ایران شهری داریم قضیه ایران شهر رو بزنیم کنار تفکیک سازی کنیم بدانیم اگر کسی میاد اونجا به عنوان ایرانی با زن عراقی میخوابه اون من, من 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 مرد ایرانی نیستم اون شیعه است یادتون باشه ما باید بریم به سمت حذف شیعه یه زمانی فکر نکنیم حالا چون یک مرد شیعه شیعه ایرانی میاد در عراق و با دختر نه ساله عراقی میره تجاوز میکنه رابطه میگیره چون هم دخترهای بیتفلک دختره نه بی ساله عراقی رو میرن دست این شیعیان ما همین مدادان ما آقای هلالی و اینا آقای پویانفر و اینا میرن اونجا دختر نه ساله دا ساله مثال دارم میزنن ولی با این دختر نه ساله میخوابن خب الان اون مرد عراقی نباید از ما متنفر شه که آقا این ایرانی ها میان اینجا با دختر نه ساله ما میخوابن نباید ناراحت چون اونا ایرانی نیستن اونا شیعن ما هم نباید ناراحت شیم که مردان عراقی شیعه میان در مشهد به دختران ما میرن میخوابن اینا ما باید بدونیم آقا قضیه قضیه شیعه است به دو ملت واقعا ملت عراق هم ملت ایرانه ربط به این قضیه دو ملت نداره رفت به این باور اهریمنی داره این باوره از ازبین بره عاشقتون هم شب و روزگاه خوش پاینده ایران و بدرود